با سلام و درود با ویدیو سوم از دوره آموزشی زبان برنامه‌نویسی گو در خدمتتون هستم. قسمت قبلی به نصب زبان برنامه‌نویسی گو روی لینوکس اوبونتو پرداختیم و تست کردیم آخرش که نصب شده یا نه. توی این قسمت هم می‌خوایم گو رو روی ویندوز نصب کنیم. با هم یه پیش میریم. مجدد از گت استارتد شروع می‌کنیم و اینجا view the installation documentation رو انتخاب میکنم. خودش میفهمه ویندوزم مجدد باید اول دانلود بکنم ورژن همون 1.17.8 ولی مخصوص ویندوز. میذارم دانلود بشه. خب دانلودمون تموم شد و همجا اوپنش میکنم. فایل MSI و راحت نصب میشه. راحت نکس رو میزنم. به صورت پیش فرست تو پروگرام فایلز شما میریزه. من میزنم مجدد نکس و اینستال. تا داره عملیات نصب رو انجام میده من دو تا نکته رو بگم. یک، ببخشید بابت این نویزی که داریم. من محیطم محیطیه که مقدار شلوغه و این مقدار نویز رو داریم، کمایی که من از میکروفون جدا و نویز کنسلینگ هم استفاده میکنم که بهبود بده صدا رو. نکته دوم، من توی این آموزش نصب گور روی ویندوز رو توضیح میدم ولی رویه آموزشمون به این صورته که ما روی لینوکس کار میکنیم و لینوکس اوبونتو و آموزشمون رو طی اون پیش میریم. ولی خب هوا در نظر داشته باشید تقریبا تفاوتی بین اجرا کردن و برنامه‌نویسی روی این دوتا سیستم فرقی نمیکنه. ما از آیدی ویژوال کد استفاده میکنیم که رو جفتشون نصب میشه. فقط بعضی از لایبرری ها امکان داره نصبشون روی ویندوز با نصبشون روی لینوکس تفاوت داشته باشه و یعنی تقریبا تفاوت خاصی نخواهیم داشت. خب حدود 5 دقیقه گذشته و همچنان در این حالت مونده. احتمالا یه مشکلی تو نصب کردن داریم. منم ویندوزم ویندوز 11 شاید یه کانفلیکتی هم دیگه دارن. من یه سرچ میکنم و مجدد نصب رو شروع میکنم با هم دیگه. خب اولین روی کردی که گفته بودن این بود که آنتی ویروس رو خاموش کنید. البته آنتی ویروس های ترد پارتی منظورشون بود. خب من نداشتم و همون سکیوریتی ویندوز 11 رو خاموش کردم و غیر فعالش کردم. بریم نصب انجام میشه. Another installation. من ریست کردم ویندوزم. چطور ممکنه؟ یک بار دیگه با استوب کردن آنتی ویروس مشکل حل نشد. حتی چرا؟ یعنی یه مشکل دیگه وجود اومد و ارور another installation progress به من داد که یه سرچی که کردم گفته بودن از دستور SFC فاصله /scan now استفاده کنید که من اون را هم زدم و تموم شد و مجدد میخوام ببینم که نصب اون انجام میشه یا نه. همون another installation رو همچنان دارم. خب بالاخره بعد از چند دقیقه نصب تموم شد که یک بار error not respond داد که من retry زدم و retry که زدم نصب انجام شد و الان که میبینید finish رو بهمون داد. خب حالا برای اینکه بخوام ببینیم گو نصب شده یا خیر از استارت منو cmd go version گو ورژن 1.17.8 همونطور که میبینید گو رو ما تونستیم به راحتی روی ویندوز نصب کنیم.